امیدوارم حالتون عالی باشه. کشورساز هستم از ایزی اپلای و خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمتتون هستم با یک لایو دیگه و میخوایم توی لایو امشب با حسین صحبت بکنیم از دانمارک. حسین یک بک‌گراند مفصلی داره توی مهندسی برق، کارشناسی مهندسی برق خونده، کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر خونده، بعد اپلای کرده برای دکترا و همینطور ارشد توی کانادا و برای دکترا توی اروپا. یه تعداد قابل توجهی اسکایپ گرفته که حتما مفصل امشب در مورد اسکایپ ها صحبت میکنیم. حدود 21 اسکایپ گرفته و از توی این اسکایپ ها و کلن اپلیکیشن هاش دوتا آفر فول فاند، یکی برای ارشد یکی برای دکترا توی کانادا گرفته از دانشگاه کلگری و دانشگاه اتاوا و همینطور دوتا در واقع پوزیشن دکترا توی اروپا، یکی دانشگاه آلبرت، یکی هم دانشگاه کارلینسکا، مؤسسه کارلینسکا سوئد. خلاصه ماشاءالله خیلی به نظر میرسه که خفن باشه و هم بیایم که صحبت بکنیم و تجربیاتش استفاده بکنیم و بعد از اینم که حالا صحبتمون تموم شد سوالات رو باز میکنیم اگر فرصت موند و عرضم به حضورتون که سوالات شما رو جواب میدیم. دیگه بدون مقدمه دیگه ای از خود حسین خواهش میکنم که پیشنهاد بده که بیاد جوین بشه تا حالا حسین اضافه میشه. من نکته خاصی کلن این که الان ما یک آفری داریم که 6 روزش مونده برای ویزای کانادا، تا 6 روز دیگه 10% تخفیف داریم. این که شروع کردیم پروسه در واقع چیز رو، قراردادهامون رو برای فال 2022 و اینکه برای فال 2022 شروع کردیم قراردادمون رو بستن. اگه میخواین بسپرین با ما الان زمان مناسبیه که وقت کنیم مفصل دیگه مکاتبات رو انجام بدیم و اینها و اینکه چشم سواله همه رو جواب میدیم. حسین به خودش بیاد شروع میکنیم. آها اومد. اوکی سلام. سلام چطوری شما؟ خوبی؟ تو خوبه؟ مخلصیم قربونتون. قربون شما. سلامت بشی. خیلی خوشحالم از اینکه میبینمت. خیلی خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی و اینکه هیچی دیگه، برو خودت یه معرفی رو انجام بده و شروع کنیم ان‌شاءالله. مرسی ازتون، مرسی از دعوتتون. فقط الان درست تصویر و اینا دیگه همه چی؟ آره یه کمی بیا سمت راست اگه میتونی یه کوچولو. اون ور. آره من خوب شد. خوبه. عالی. خب. اوکی. اوکی برای اینترودکشن، من حسینم، کارشناسیم رو دانشگاه زنجان مهندسی برق قدرت خوندم، با معدل 13.90 خورده ای فارغ التحصیل شدم. بعد ارشد رو مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر خوندم تو گرایش شاخه نوروساینس و در انتها 3 مقاله کنفرانسی داشتم، یه دونه ژورنال سابمیت شده اون موقعی که داشتم اپلای میکردم. بعد امتحان زبان دادم، تافل 96 گرفتم. در حال حاضرم توی همون فیلد خودم توی رشته کامپیوتیشنال نوروساینس توی دانشگاه آلبورگ کمپس کوپنهاگنش هستم. پروژه پی اچ دی 3 هست و جزو پروژه یورپین یونین، فاندش با ماری کوری هستش و در خدمت شما. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. خب میخوایم برگردیم قبل، از اول شروع کن که توضیح دادن که چجوری شروع کردی پروسه اپلای تو، چه قدم هایی برداشتی و بعد دیگه هر چیزی به نظر خودت مهمه بگو، مفصل این داستانه رو تعریف کن، بعد دیگه هر جایش که مون ما سوال. اوکی خیلی هم عالی. من چیزی که برای امروز تو ذهنم هست صحبت کنم، یکیش همین که داستان به چه شکل شروع شد، ابتدا من چیکار کردم، بعد دوست دارم راجع به اسکایپ صحبت کنم، همونطور که گفتی خودت، که چجوری اسکایپ بکنیم، اسکایپ برنده کدوم اسکایپه، کدومش خوبه کدومش بده، و در انتها هم میخوام راجع به یک سیستمی که به نظر من سیستم اپتیموم و خوب هست برای اپلای کردن صحبت بکنم، که به نظر من این گام ها رو اگر بچه ها برن با تقریب خیلی خوبی میتونن اکسپت بگیرن. حالا یکی میگه من مقاله ندارم، یکی میگه زبان ندارم، معدلم پایینه، حالا سعی میکنیم اینا رو کاور کنیم. من خب از کجا شروع کنیم؟ از اینجا که من خب کلن آدم درس خونی نبودم،
چه در دوره دبیرستان، چه در دوره کارشناسی و چه در حدود دوره ارشد زیاد اهل درس خوندن و آدم نرد باشم و معدلای بالا داشته باشم و خیلی پیگیر مقاله باشم و کار علمی و اینا باشم نبودم. بیشتر توی یک فضاهای دیگه ای سیر میکردم، ولی خب از دو سال آخر دیگه تصمیمم جدی شد برای رفتن. سعی کردم در اولین فرصت دفاع کنم. بعد دفاع که کردم حدود بهمن 97 دفاع کردم. بعد دو سه ماه طول کشید مقالم رو نوشتم و سابمیت کردم. بعد از سابمیت مقاله 4 ماه زبان خوندم، آزمون تافل دادم. بعد دوباره 1 ماه همینطوری چرخیدم و از حدود آبان 98 فکر کنم شروع کردم که دیگه جدی اپلای کردن. و من از اون دسته آدمایی بودم که به شدت قفلی بودم روی کانادا، یعنی اصلا یا کانادا یا مرگ بود برای من و به هیچ عنوان هیچ چیز دیگه، هیچ توصیه رو هم قبول نمی کردم که اصلا. بچه هم گفتم حالا اروپا رو هم بزن، آمریکا چطور؟ گفتم فقط کانادا باید برم. و شروع کردم قطعا خب کانادا اپلای کردن. حدود 3 الی 4 ماه فقط کانادا بودم، روزی حدود 8 ساعت وقت میذاشتم، استادا رو پیدا میکردم. توی اون موقع وبسایت شما نبود که اینجوری کارو راحت کنه دیگه، ما میرفتیم تو وبسایت خود استادا، دانشگاه ها، استادا رو پیدا میکردم، میخوندم ببینم چند چنده و بعد دیگه اپلای میکردم و ایمیل میزدم بهشون. بعد خب از دانشگاه خیلی زیادی اسکایپ گرفتم توی کانادا، تقریبا کانادا کاور شد، یعنی چیزی تو دلم نموند که چرا من از این دانشگاه اسکایپ نتونستم بگیرم. حدود 10 الی 11 تا دانشگاه منحصر به فرد بود و از هر کدوم از دانشگاه یورک فکر کنم 2 تا بود، تورنتو 2 تا بود، بعد دانشگاه وسترن بود، دالهاوزیه بود اینور، اونور ساسکاچوان بود و اتاوا بود و براک و اینا بود. خلاصه حالا جزئیاتش رو دقیق یادم نیست کدوم دانشگاه بود. اینا همه نوروساینس بود. من 3 تا دانشکده رو تارگت کردم، یکیش دانشکده سایکولوژی به من میخورد، یکیش دانشکده خود نوروساینس به من میخورد، یه دانشکده مهندسی پزشکی. به هر 3 تا دانشگاه میفرستادم. آره مثلا این کلگریه که آخرش هم اوکی شد دانشکده مهندسی پزشکی بود، اونی که یورک بود تا جای خیلی خوبی هم پیش رفتیم دانشکده سایکولوژی بود. مثلا دانشکده های مختلفی بودن، مهم این بود برام که استاد فیلدش بهم بخوره. خب آره بعد دیگه کم کم حالا به با مشورت و اصرار بعضی از بچه ها شروع کردم اروپا اپلای کردن. اوایل جدی نبود ولی خب دیگه یه 10-15 روز گذشت اونم جدی تر شروع کردم. اروپا هم از کشورهای زیادی گرفتم دیگه، تقریبا اروپا هم کاور شد، حدود 12 تا اینام بود از کشورهای منحصر به فرد گرفتم. بعد خروجی همه اینها شدش 4 تا اکسپت قطعی، یکیش مستر بود توی کلگری، یکیش پی‌اچ‌دی بود توی اتاوا، یکیش پی‌اچ‌دی بود توی کارولینسکا و یکیش هم بود توی آلبورک همینجا که هستم. ولی خب به جز اینا در کنار اینا من از وسترن هم آفر میتونستم بگیرم به خاطر نمره زبان ریجکت شدم، از یورک همینطور، یورک به خاطر فاند، مشکل فاند ریجکت شدم، استاد فاند نداشت. دانشگاه دالهاوزی هم دوباره به خاطر نمره زبان، اینا همشون 100 میخواستن، من 4 نمره کم داشتم و خیلی محکم ریجکت شدم. یعنی تا جای خوبی اونا هم پیش رفته بود. خلاصه این از روندی بود که طی شد از ابتدا تا اون لحظه‌ای که من اکسپت بگیرم. اوکی اوکی خیلی هم عالی. توی اروپا حدودا فکر می‌کنم چند تا پوزیشن اپلای کردی که مثلا 11 12 تا اسکاک گرفتی؟ آره من تعدادا رو دارم همه رو. من اروپا 350 جا 350 عدد پوزیشن و توی کانادا هم میشه. تو چه بازه زمانی؟ بازه زمانی آره میشه، حالا شدنشو میگم چه جوری میشه. خب برای کانادا هم نزدیک 400 تا اینا استاد ایمیل زده بودن با تکرار 10 بار هر کدوم ریمایندر، یعنی نمیذاشتم یادشون بره. اوکی خب اینا رو کم بیشتر توضیح بده، اینا خیلی مهمه، اینا رو بیشتر توضیح. آره من توی اون سیستمی که میگم باید گام به گام اینا پیش بره، اونجا کامل توضیح میدم که چرا باید اصلا اینجوری رفت جلو به نظر من. البته بریم گام به گام و بریم جلو، منتظر بریم. الان میخوام اسکایپ رو بگم یا اونو؟
فرق نمیکنه، از هم میخوای از ابتدا بگو، از ابتدا بگو که چجوری حالا پروگرام ها رو چجوری هندل کردی که این همه پروگرام توی بازه زمانی مشخص اپلود بکنی، بعد حالا میتونی برسی به اسکای. اوکی ببین اینجوری بود قضیه که من شروع میکردم هر روز استادا رو لیست می یه لیستی داشتم توی اکسل، استادا رو لیست میکردم و میرفتم تو دیسکریپشن رو میخوندم که خب این چی میخواد این استاده یا این پوزیشن چی میخواد. ولی یه نکته خیلی مهمی که هست، حالا اینجا یه گرایی میدم اونور بیشتر صحبت میکنم راجبش، اینه که اصلا برای من مهم نبود که استاد چی کار میکنه، حتی یک کیوردش به من میخورد من اونو تو لیستم میذاشتم و اصلا برای مهم نبود که حالا حتما این پوزیشن کامل فیت منه، نکنه یه جایش رو من بلنگم، نکنه نه، یک کیورد دو کیوردش به من میخورد من اونو میذاشتم تو لیستم، لیستا رو آماده میکردم، حالا تو اروپا بر اساس ددلاین مرتب میکردم، تو کانادا هم بر اساس اون روز. روزی حدود 20-30 تا ایمیل میزدم به استادای کانادا و 10-15 تا هم پوزیشن هایی که ددلاینشون داشت میرسید و توی همون روز جان. چجوری این همه پوزیشن، خب مثلا واسه این همه پوزیشن میخوای اپلای کنی، هر کدومو نباید مثلا به هر حال اون اس او پی رو یه کاور لتری تیلور بکنی، به چجوری وقت میکردی همه این کارو بکنی؟ خیلی سوال خوبی بود. نه من اصلا نه کاور لتری تغییر داد، من یه دونه کاور لتر داشتم، فقط اسم دانشگاه رو تغییر میدادم و اون که این پروگرام رو میخوام. بعدش هم چیز بود، خیلی جام یادم میرفت اسمش رو عوض کنم، مثلا به استاد فلانی ایمیل میزدم آقای مثلا کشور دوست میخوام اینجا اپلای کنم، خیلی هم علاقه مندم، میگفتن آقا من فلانی نیستم، این اتفاقا میفت. آره و اصلا هم لیمیتی نداشتم که مثلا دو تا استاد توی دانشکده هستن نزنم ایمیل، میزدم همه رو میزدم. خب بعد وقتی این گندیشش وقت در نیومد برات؟ نه اتفاقا یکیشون پرسید دانشکده ما کسی جای دیگه هم با کسی صحبت، گفتم آره هم اتفاقا این تو دپارتمان خودتونم با آقای فلانی هم صحبت کردم، به اونم علاقه دارم، هر کدوم بشه من راضیم. این بعد مثلا گندش در میاد، بعد وقتی خیلی بد گندش در میاد، من دیدم که مثلا استاد میگه شما با هر ریسرچ چیه و همه و اینا دارن استاد اینجوری میزه، یعنی شانس آوردی تو رفت. آره احتمالا من شانس آوردم که گندش در نیومده، احتمال داره، ولی در میومدم برای من مهم نبود، حالا ممکنه برای خیلی مهم باشه، برای من مهم نبود، من میخواستم برم دیگه. بعد دیگه خب همونطور که میدونی یا رولا، این نرخ جوابی که از کانادا میاد با آدم خیلی جواب ایمیل کم برمیگرده به حدود برای من 10% بود تقریبا چیزی که دارم، 10% جواب برمیگشت. حالا جوابایی که میگفت من دارم ریتایر میشم، من فان ندارم، اینا رو من حساب میکنم، ایمیل برگرده حدود 10% برمیگشت و این منو ناراحت میکرد، میگفتم آخه یعنی چی، چرا من ایمیل میذارم جواب نمیدین، رگباری اینا رو من ریمایندر میزدم بهشون. با چه فاصله ای؟ من فاصلم 3 روزه بود. خب فاصلم 3 روزه بود، 3 روز صبر میکردم بعد ریمایندر میزدم و تا زمانی هم که تکلیفمون مشخص نشه ریمایندر رو میزدم. دارم یه استاد دارم الان من حدود 13 تا بهش ایمیل دادم هنوزم جواب نداده، بعضی وقتا تحریک میشم الانم برم بهش ایمیل بذارم میگه چرا جواب نمیده. که بعد کم کم دیگه بعضیاشون شروع کردن اسکایپ، من یادم اولین اسکایپ هم دانشگاه تورنتو بود که خب دیگه من میگفتم تورنتو، یهو خورد به اولیش و خیلی هم بد بود، اسکایپ هم خیلی بد بود اولیش، اصلا آماده نبودم، استرس گرفته بودم، زبانم نمیچرخید اصلا بتونم انگلیسی صحبت کنم و اینا، خیلی بد بود. دیگه کم کم یواش یواش راه افتادم و عادت کردم که حالا تو بخش بعدی صحبت میکنیم راجعش. اوکی خب ببین حالا تو همین بخش هستی، من یه سوالی که دارم اینی که چه جوری بود که تو، یعنی گفتی که تقریبا فرض کن روزی 20 تا 300 تا پوزیشن، یعنی اینا رو تو 15 روز تو تقریبا تو 2 هفته حالا مثلا بگیم یه ماه مثلا روزی 10 تا هم شده بود، این همه پوزیشن اصلا بود که بهت بخوره که اپلای کنی تو اروپا؟ آها این خیلی سوال خوبی، اتفاقا خیلی هم سوال میشه از من. ببین مثلا حالا شما میگی یه ماه، برای من حدود 2 ماه طول کشید اگه عدد درست یادم بیاد. خب من خب کیوردم چی جوری بود که میگم تو هم به سایکولوژی میخورد، هم به نوروساینس میخورد، هم به مهندسی پزشکی، هم به همه چی، من اینجوری انتخاب میکردم و دلیلش هم بهتون میگم ها که چرا باید اصلا اینجوری انتخاب بشه. من اینجوری انتخاب میکردم که مثلا طرف ماشین لرنینگ میخواست، من خود تو فیلدم ماشین لرنینگ کار کرده بودم یه بخشی رو، دیگه برام مهم نبود که دیگه ماشین لرنینگ واسه چی میخواد، من اونو میوردم تو لیستم بهش براش اپلای میکردم.
یکی بود مثلا یه قسمت مثلا پردازش سیگنال میخواست، من اونو برمیداشتم، یعنی هر تیکه ای که به پروژه من میخورد من یه اندک تجربه توش داشتم اونو اپلای میکردم قطعا. اینجوری تعدادش خیلی رفت بالا برای من. حالا یه سوالی، از این تعداد قابل توجهی که اپلای کردی، اینایی که اسکایپ گرفتی چقدرش فیت بهتری بودن باهات و چقدرش اونایی بودن که حالا مثلا ارتباطی که داشتن خیلی زیاد نبود ولی فقط مثلا یه وقت چجوری بود این تناسب؟ آره اینم خیلی سوال خوبه. من تقریبا چیزایی که گرفتم فکر میکنم از این تعداد چهار تا از اونا فیت من نبود و نکته جالب اینه که اتاوا همون بود که من اکسپت شدم آخرش و به من فاند داد، فاند خوبی هم داد. در حالا بهتون میگم چه جوری. آره اتاوا مثلا یکی، ولی چهار تا بود، بقیهشون تقریبا میخوردن به من، یعنی اوورلپ 60-70% داشتش با بک‌گراند من. یعنی این حدود 20 تا اسکایپی که 20 خورده اسکایپی که گرفتی، چهار تاش فیت نبود ولی مثلا 15-16 تا دیگه فیت بود. آره با اوورلپ 70% داشت. آره خوب، این نتیجه خوبیه که گرفتیم. حالا من الان اوکی، آره الان من ترجیح میدم برم سراغ قسمت سوم صحبت و فکر میکنم بحث اینطوری پیش رفت. حالا بعد برمیگردم بگم، میگم بهشون که چجوری اسکایپ کنم. اوکی خوب. ببین یه سیستم وجود داره کلن توی اپلای به نظر من که یه سری تصوراتی وجود داره از قبل که خود من جزء اونها هستم بودم، یک سری تصوراتی هست که اینا اشتباهه، به شدت هم اشتباهه و باید بچه ها اینا رو فراموش بکنن. من بیشتر مد نظرم اوناست و اشتباهاتی که خودم هم کردم. ببین کشور من الان باید 6 ماه زودتر اینجا می بودم، به خاطر اشتباهاتی کردم 6 ماه به تاخیر افتاد و اون اشتباه هم این بود که نشستم برای مقاله وقت گذاشتم و برای زبان وقت گذاشتم. من اینجوریه تعبیرم همیشه. این اپلای یه سیستمی داره، یک سری گام‌های باید توش طی بشه و یه خروجی گرفته بشه. این سیستم بر پایه 4-5 تا اصل استوار هستش. 3 تا اصلش رو همه میدونن، بقیه رو نمیدونن. اینجاست که اشتباه رخ میده. 3 تا اصلش اینه که من مقاله میخوام، زبان میخوام، معدل. اینا رو نداشته باشم نمیتونم اپلای کنم، یا اگه بخوام شروع کنم به اپلای کردن میخوام با این 3 تا شروع بکنم. که این 3 تا رو ما میبینیم، هممون از قبل میبینیم، ولی 2-3 تا 4 تا اصل دیگه هست که ما نمیبینیم و خیلی به اندازه این 3 تا مهمن اونا. اگر اونا رو هم ببینیم به راحتی میتونیم اصلا مقاله رو خب بذاریم کنار، بریم روی اونا کار کنیم و نتیجه خوبی هم بگیریم. ببین الان مثلا یک فرد فرضی رو من در نظر میگیرم که میخواد اپلای کنه، نشسته میگه خب چیکار کنم، دفاع کردم چیکار کنم، خب برم مقاله بخونم، مقاله بنویسم، زبان بخونم، تافل بدم، آیلتس بدم و رزومم قوی شه، خیلی محکم برم و شروع کنم اپلای کردن از بعدش. این یه روندی که تو ذهن همه هست که اشتباهه. من میخوام بگم که این روند اشتباهه چون وقت رو تلف میکنه. سیستم درست کار میکنه در انتها، یه سال دیگه ممکنه همه اینا اپلای بگیرن ولی اپتیموم کار نمیکنه. خب چه جوری حالا گزینیم؟ آره حالا این وسط طرف مثلا میره، این آدم فرضی میره زبان شروع میکنه، خب میبینه سخته، میگه چی کار کنم، کلی استرس میره، خیلی‌ها ول میکنن این وسط اصلا کلا پروسه اپلایو و خیلی‌ها که به اون تعمیر اصلا اسکایپ میگیرن، میگن اسکایپو خراب میکنه، یعنی این همه تلاش کرد برسه به اسکایپ آخرش اسکایپش خراب میشه. من چیزی که من حالا یه مثالی هم بزنم، من الان خیلی از دوستام اینجان اروپان احتمالاً الان هم دارن میبینن این رو که نه مقاله داشتن نه زبان، با یه فاند خیلی خوبی تو اروپان، فاند خوب. کانادا رو نه، کانادا خوب مسلماً زبان میخواد، اصلا کمیته ریجکتشون میکنه، ولی تو اروپا هستن بدون مقاله بدون زبان. من همین الان 5 نفر تو ذهنم هست که میتونم بگم. پس این یه سوالیه، واقعا یک سوالی باید ایجاد شه تو ذهن بچه‌ها که چرا خب یه سری بدون مقاله و بدون زبان میتونن بیان. چیزی که میخوام بگم اون ستونهای این سیستمه که دیده نمیشه. اولینش تعداد بالای اپلای، یعنی شما من معتقدم که اصلا زیر 100 تا که کسی صحبت رفتن نباید بکنه. اوورالی 100 تا پوزیشن تو اروپا رو داریم، 100 تا پوزیشن دکترا تو اروپا و حالا 100 تا حدود مثلا 100 تا 70 80 تا استاد توی کانادا، کسی صحبت رفتن رو نباید بکنه. ببین من دارم
جنرال صحبت میکنم، اقتصادی. آره یکی هست یه تارگتی داره میره اونو میگیره، 5 تا اپلای میکنه و میره. منم خیلی دیدم که مثلا بچه با 10 تا 20 تا اومدن، ولی من دارم یه جنرال بچه ها که خب خیلی آمون، نه مقاله داریم نه زبان داریم چیزی نداریم، میخوایم شروع کنیم ولی میخوایم بیایم ولی گیر کردیم اون پشت. اوورالی زیر 100 تا کسی به نظرم صحبت نکنه، بعد اینکه 100 تا اپلای کرد اون موقع تازه باز میشه تجربه کسب میکنه. حالا این تعداد اپلای چه مزایایی داره چه معایبی؟ خیلی اشتباهی که من خودم هم میکردم و خیلی ها رو الان دارم میبینم اینه که میگه آقا مثلا من که فرانسه نمیخوام برم، برای چی اپلای کنم؟ یا مثلا من دانشگاه ساسکاچوان که نمیخوام برم، برای چی اونجا بفرستم به استادش؟ یا اینکه مثلا میگه آقا این فیلد این یارو که اصلا به من نمیخوره، یه دونه ماشین لرنینگ داره، چرا من برای این اپلای کنم؟ اصلا چرا وقت بذارم اپلای کنم؟ این اولین اشتباهی که میکنه. اینجا به نظر من تجربه شخصی من نشون میده که شما آقا اپلای کن فرانسه رو بگیر نرو. چرا فیلترتو میذاری اون اول؟ فیلتر رو بذاریم آخر در انتها، اگر قبول شدیم نمیریم. حالا این چه خوبی داره؟ بزرگترین خوبیش اینه که تجربه اسکایپ میگیری. دقیقاً اصلا یاد میگیری که چه جوری اسکایپ بکنی، چه روندی قراره طی بشه. این اولین مهمترین چیزش. دوم شما اصلا حالا بری جلو اپلای کنی واسه فرانسه ریجکت بشی. من خیلی از کارهایی که میکردم اینطوری بود، پوزیشن هایی که خب مشخصا انها تا ریجکت شدم دیگه، این همه که اپلای کردم کیپینتاش بودم به اساتید، میگفتم خب آقا اوکی مرسی ممنون که ریجکت کردی، میشه یک فیدبکی بده ببینی رزومه من کجاش مشکل داره؟ خیلی فیدبک های خوبی گرفتم. یکی گفت اینجاشو تغییر بده، یکی گفت اونجاشو تغییر بده. کم کم در طول زمان رزومه من داشت هی خوب و خوبتر میشد، یا کاور لترم داشت خوب و خوبتر میشد. این که میگم کاور لترم ثابت بود به این معنی بود که برای هر دانشگاه جدا نمینوشتم، به این معنی بود که یعنی ثابت بودنش اینجوری نبود، داینامیک بود. فیدبک میگرفتم اصلاح میکردم، فیدبک میگرفتم اصلاح میکردم. و خب یک چیز مفتیه از خبرگان فیلد خودت تو داری فیدبک میگیری، اینو با یه فیلتر اشتباه اولش میذاری، اینو از دست میدی. بعد تجربه اسکایپ که حالا راجع به اسکایپ مفصل صحبت میکنیم رو از دست داری میدی. مثل من میشه دیگه، من اولین تارگتم دانشگاه تورنتو بود، اولین اسکایپ همونجا گرفتم، رفتم و خراب شد. این خطا رو داره. از اولین اصلی که در کنار مقاله و زبان معدل بلکم از اینا بهتر بالاتره، تعداد بالای اپلای. هر چند فیلد بهت نمیخوره، هر چند استاد بهت نمیخوره، این تجربه اسکایپ رو بهت میده. سوالی اگه هست بگو. وقت دومین اصل که میخوام راجبش صحبت بکنم تقریبا نهفته در همین صحبت هام بود، خود تجربه اسکایپ به شخصی خیلی مهم به نظر من. اگر کسی بگه من مقاله ندارم ولی تجربه اسکایپ دارم، خیلی احتمالش بالاتر از اونی که مقاله داره. و همینطور زبان برای اروپا، برای کانادا زبان شوخی نداره. و بحث زبان، حالا اگه اون قفلی که کانادا روی زبان داره رو بذاریم کنار، بحث زبان هم تا یه حد متوسطی اگر داشته باشین، به نظر من بحث تعداد اپلای برای اون چیزهای غیر مرتبط، کیپ این تاچ بودن با استادا و تجربه اسکایپ، این اون 4 تا ستون و پایه این سیستمیه که من میگم برنده است، بچه ها برد میکنن توش و خیلی خیلی گاهن مهمتر از خود مقاله و خود زبانه. بنابراین جنبندی این تیکه من این میشه که الان من میخوام اپلای کنم، دفاع کردم میخوام اپلای کنم، چی کار کنم؟ تجربه من میگه که تو هر استیتی هستی، مقاله داری، زبان داری، هر چیزی که داری، شروع کن به اپلای کردن. یه دونه کاور لتر بنویس، یه دونه سی وی بنویس، ریکامندیشن لتراتو بگیر، این ستا رو اوکی کن، شروع کن رگباری اپلای کردن بدون وسواس، بدون اینکه کشوری رو بذاری کنار، استادی رو بذاری کنار، شروع کن به اپلای کردن. در طول مسیر خودشو دیولپ میکنه. بنابراین پاسخ به این سوال که آیا بشینم زبان بخونم، خیر. بشینم مقاله بنویسم، خیر. کانادا فقط قفلی بزنم، خیر. کانادا رو بیخیال شم، بازم خیر.
خوبیش اینه، یعنی مهمترین نکته اینه که شما شروع کنید برای اروپا فرستادن، کانادا رو یه لحظه بذاری کنار، اونایی که قفلیان رو کانادا مثل خودم، برای اروپا شروع کنید اپلای کردن، در کنارش زبان یا مقالتون رو ببرید کنار، که این بالغ بر 8 9 ساعت روزی مداوم کار میخواد، به این راحتی هم نیست، یکم فرسایشی. این دوتا رو اگر موازی ببرید کنار، هم تجربه اسکایپ دارید، با فرانسه اسکایپ کردی تجربه گرفتی، میری با تورنتو اسکایپ میکنی، خیلی قوی میتونی بشی و پکت در واقع میشه گفت که کامل. من حالا اگه سوالی دارین در حالا نه آره، نکات خیلی مهمی رو میگفتی، نکات خیلی خوبی رو گفتی. به نظر منم اسکایپ گرفتن خیلی میتونه کمک کنه، قطعا یه تمرینه، اون اعتماد به نفسی اگه یادم یه پوزیشنی بگه. حالا البته اینم پیش میاد که وقتی یه پوزیشنی رو میگیری، ما همیشه این سوال دارم، من این پوزیشن رو مثلا چون تو بلژیک دارم، تو فرانسه دارم، چیکار کنم؟ برم همینو یا سب کنم به شانسم کانادا امتحان بکنم؟ اگه اینو ول کنم نکنه دیگه، اینم همیشه هست که به هر حال وجود داره. ولی خب اوکی، اینا که گفتیم از نظر من خیلی خیلی مهم بود. حالا یه سوالی قبل از اینکه بریم وارد اسکایپ بشیم، این که چی شد آخر اون دانمارکی دقیقاً، این که قفلی زده بودی رو کانادا؟ این سوال تقریبا خیلی از من پرسیده میشه که چی شد. من آفرهایی که داشتم، حالا بچه‌ام پرسیده بودم، بذار اینم بگم. تو کلگری بحثی که پیش اومد این بود که من تا جای خوبی رفتم جلو، استاده هم پشتم بود، خیلی خوب رفتیم جلو، کمیته به معدل من گیر داد، من معدلم 16 و نیم بود، اینا 17 میخواستن، کمیته به معدل من گیر داد، گفتش خب واسه چیکار کنیم و اینا، گفتم آقا من همین معدلمو نمیتونم الان کاریش بکنم، گفتش خب معدل کارشناسی تو بفرست برام که ببینیم کارشناسیت به چه شکلیه، شاید اون تونست کاور کنه. گفتم اصلا سمت کارشناسی که نرم، گفتم اونو بیخیال شو کلا. گفتم مثلا الان خب مقاله من دیگه اون موقع ها تقریبا دمدمای اکسپتش بود، تو ریوایز و اینا بود، گفتم حالا مثلا مقاله من کاور نمیکنه، گفت بذار با کمیته صحبتی بکن. رفت با کمیته صحبت که گفت آقا اینا خیلی دیگه قفلی زدن رو معدل تو، یه آفری دادن، اونم اینه که تو بیا مستر شروع کن، یک سال بخون، یک تعداد واحد و با یک نمره قابل قبولی، اگه قبول شی میری برای دکترا. و منم گفتم که خب من سربازی دارم، من که خدمت دارم، نمیتونم پاشم بیام برای مستر و اینا، چیکار کنیم و اینا. گفت بعد گفتم بیا یه اسکایپ بذاریم، یه اسکایپ گذاشتیم صحبت کردیم، گفتم ببین من یه راه دارم برم ترکیه بمونم اونجا، بعد که حالا پروگرام واشد و اینا پاشم بیام از خدمت یه جورایی فرار کنم، و کلی راه حل. گفت پیشنهاد من اینا نیست، ولی تصمیم تو بگیر به هم بگو. که کلگری اینجوری رفت کنار، اکسپتی که داشتم. قضیه اتاوا هم خیلی جالب بود. اتاوا من خب مهندسی پزشکی خوندم و کارم پردازش سیگنال و ماشین لرنینگه، و این استاد روی ترک ماهی هایی که توی زیر دریا شنا میکنن و نور رو نمیبینن و اینا داشت کار میکرد. من به این ایمیل زده بودم سر یه دونه کیبورد ماشین لرنینگ که یه اسکایپی کردیم خیلی خوب بود و اینا. این رفت یه استادی برای من پیدا کرد که اون هم فیلد من بود، با هم دیگه قرار شد استاد من بشن. از اسکایپ هم خوشش اومد، دوباره یه اسکایپ دیگه با اون داشتیم، بعد دوباره یه اسکایپ جفتی با هم دیگه داشتیم و اینجوری پیش رفت. اون خیلی آفر خوبی بود، اونو من گذاشته بودم کنار. این ورم که دو تا بود دیگه، خیلی تو چالش قرار گرفتم که بین دانمارک یا کانادا کدوم رو انتخاب کنم، تقریبا هم اینا همزمان با هم اکسپتاش اومد، و من گفتم خب منطقی اگه بخوام نگاه کنم، اولا خب فیلدی که اینجا دارم کار میکنم خیلی بیشتر از اون فیلد دوست داشتم، چون اون یکم سمت ریاضی طور بود، این بیشتر سمت سایکولوژی طوره. یکیش دلیلش این بود که فیلدش خیلی خوب بود، دومم پولش بود. حداقل دو خورده برابر اونجا به من اینجا پول میداد، آفری که داشت. و خود کش مقایسه کنیم یا سوال زیادیه؟ میتونیم مقایسه کنیم. نرمی که به من داده بود، من حساب کتاب که کردم حدود 1500 تا بود کانادا، اون اتاواییه. خب اینجا هم دو خورده ایش دیگه. و این بود یه نکته. یه نکته دیگه هم این بود که حالا صحبتایی که کردم، خب اینجا که من اومدم بچه ها میگفتن آره بیا اینجا میتونی خیلی سفر بری، خیلی خوبه و خوش میگذره و اینجور صحبت ها بود. یه دلیل دیگه هم که اومدم این اتفاق هم افتاد و من ناراضی نیستم راستش الان واقعا از اینکه اینو انتخاب کردم اونو ریجکت.
خیلی هم عالی، خیلی هم آره عالی. بعد این کارولینسکا چی مثلا تو گزینه‌هات نبود؟ چون آها من برام خیلی کارلینسکا، اتفاقا کارلینسکا که بهترین بود، یعنی فیت ترین بود به بکگراند من، خیلی هم دوست داشتم برم، خیلی هم جای خوبی هست، ولی مشکلش این بود که آفرشون آفر جاب بود، باز مشکل خدمت داشتم من، آفر پی اچ دی نبود، آفر جاب دادن به من، من گفتم این به پی اچ دی تبدیل میشه یا نه، گفتن آره بیا اینجا تبدیلش میتونیم بکنیم برات به پی اچ، گفتم من نتونم بیام چی، گفتن یکم سخت میشه فکر میکنیم و اینا، بعد دیگه من بهشون گفتم که دیگه من میرم دانمارک و نمیام و اینا، گفتن که ما داشتیم فکر میکردیم روی این و اینا، ولی هر جوری صلاحت برو ان شاء الله در آیند. آره خب اوکی اوکی، خب اگه نکته‌ای تو این مورد داری بگو، اگه نه که بریم سراغ اسکایپ. آره اونو میریم. یه نکته که فقط بگم، من راجع به این سوالی که پرسیدی که دو تا عکس پی همزمان بگیرم کدومو برم و کدومو نرم، این یه مقدار توصیه من نمی کنم چون کار اخلاقی نیست، ولی خود من این کارو کردم به حسب شرایطی که داشتم، من اینا رو هیچ کدومو ریجکت نکردم تا زمانی که اومدم اینجا، یعنی هم کانادا رو نگه داشتم، هم کلگری و هم اتاوا رو، کارانیسکا رو همونجا گفتم نه، ولی اون دوتا رو نگه داشتم و بند خودم خیلی آدم های با شخصیت، خیلی هم شرمنده شدم ازشون، ولی برچی نگه داشته بود؟ البته من اینو نگفتم، من حالا یه برمیگردیم دوباره اون چیزی گفتم اگه جوابی واسه اون داشته باشی، چون دوست دارم بدونم نظرت، ولی من اینی که تو نگه داشتی اینو تا اینکه بری دانمارک، مثلا فکر میکردی ریسک ویزا داره یا تصمیم تو هنوز مطمئن نبودی در موردش؟ آره دقیقا همین بود، من ترسیده بودم که نتونم بیام از کشور بیرون، چون یه قضیه هم بود، حالا اینم میشه توضیح بدم، نمیدونم میگنجه یا نه، راجع به خدمتم بود، برای من گپ خدمتی که یک ساله که ما داریم گذشت دیگه، یک سال بیشتر طول کشید و گذشت، من مشمول بودم و یه کاری که کردم این بود که رفتم بهانه پزشکی آوردم، گفتم مثلا من تیرویدم خیلی مشکل داره و اینا، تا اینا بررسی کنن اثبات کنن که تیروید من مشکل نداره یه 6 ماهی طول کشید و من نه مشمول بودم نه غایب حساب می‌شدم نه رفته بودم سربازی، در اون بازه داشتم هی اپلای می‌کردم، به خاطر این موضوع خیلی می‌ترسیدم که یهو گیر بدن بگن پاشو بیا برو خدمت، معافیت تحصیلی رو نتونم بگیرم، به خاطر این جفتشون رو اینا رو نگه داشته بودم، یه ترسم این بود، آره همین بود فکر کنم دلیلش که اینا رو من نگه داشتم تا انتها، کگری که به درد نمیخورد، حالا اتوبا منطقی کگری که ارشد بود، اگه می اومدم اینجا ناراضی بودم از اینجا میتونستم برم کگری، خب اینم بود. آره اوکی آره این منطقی. خب آها حالا اون برگردیم اون سوال باز قبل از این گسکار، اینی که من میگفتم اینی که مسئله که این توصیه تو داره که خیلی عالیه به نظر منم، خوبه که بچه‌ها در واقع شروع کنن نترسن از اپلای کردن، من همیشه میگم فیلتر نکنیم، ایالت رو نذارید کنار، دانشگاه رو نذارید کنار، همه جا رو بزنید تجربه میشه، بعد اگه گرفتید نرید، دقیقا همین، یا وایسی ببینید نتیجه که میگه، ولی نکته که داره تو اروپا حالا تو آمریکا اینه که همه این کار میکنید، تو کانادا همینه، نتیجه ها تقریبا یکسان میاد دیگه تو آمریکا کانادا تقریبا، حالا با یکم بالا پایین یکسان میاد، ولی تو اروپا ممکنه مثلا شما شروع کنی اپلای کردن مثلا پنجمین گزینه دهمین گزینه برید اسکایپ رو بگیری آفر رو اوکی بی آفر رو، بعد وقت ببین اوکی مثلا چه میدونم لوکزامبورگ، نه اینکه لوکزامبورگ بده مثلا یا چه میدونم مثلا چکه، برم نرم چیکار کنم، اینجا تو چی میگی؟ خب یه ترسی هست از اینکه طرف دفعه بعدی دیگه بعدش نتونه بگیره، یک چیزی هم هست از اینکه یه در واقع ترس دیگه ای هم هست از اینکه من اینو برم ولی این واقعا مناسب من نمیشه، بتون من شاید بتونم چیز بهتری بگیرم، آره خیلی سوال عالی هست، در واقع باگیه که همه میخورن بهش، منم قطعا به این باگ میخوردم، ولی به نظر من جوابش معقوله، اونم اینه که ببین من خودم میدونم چندم دیگه با خودم و هدفم کجا هستش، این که من مثلا حالا یک کشور ضعیفتر یا دانشگاه ضعیفتر دارم اپلای میکنم، خودم میدونم برای چی دارم اونجا اپلای میکنم، خب اگه مثلا یه آفری، خب ببین اگه مثلا تو اروپا اینجوری میدونید دیگه، قطعا اینجوریه که اگه مثلا فاند اراسموس یا ماریکوری یا اینا نباشه، خب فاندش هم تراز کانادا هستش، فاند زیادی نداره، حدود 1200-300 یورو اینا هستش چیزی که من میدونم، کجا باشه گاهی اوقات فاندای دانشگاه هم
احتمالا آره بهتر، ولی خب حالا تو این نرم اگه صحبت کنیم ببین من میگم تو شما مثلا بیان یک حالت فردی از دانشگاه X که خوب نیست توی کشور X که خوب نیست باز اکسپت گرفتم، من میام مقایسه میکنم یه فاندی دارم میگیرم یه فیلدی اونجا داره و الی آخر نگاه میکنم ببینم آیا فاند از این بهتر من میتونم بگیرم توی کانادا یا نه. اولین نکته میتونه این باشه که دیستینکشن رو ایجاد میکنه اونجا، و اینکه اون کشور رو دوست دارم یا ندارم. و اگه همین شرایط مثلا اگه دانمارک اینجا نبود برا من مثلا یه کشور ضعیفتر بود، من خیلی دو به شک میموندم و زودترم اتفاق میافتاد برام، خیلی دو به شک میموندم و احتمالا هم نمیرفتم، چون که خب دوست داشتم توی کشور خوبی باشم همیشه، یا کانادا بود یا حالا مثلا این هولوش اسکاندیناوی تور بود. من میگم خودشون معیاراشون رو دارن همه از اول دیگه، همه میدونن دنبال چی هستن. حالا با یکم اینور اونور کانادا یا اروپا جای خوبش با پول بهتر، یا حالا کانادا رو دیگه اونجا کانادا رو بیخیال، یا اروپا رو بیخیال میشن و میرن. اینه من میگم خودشون میدونن هدفشون چیه که داره مثلا کشور ایکس یک دانشگاه ضعیف چیز میکنه، میدونه برای چی داره اپلای میکنه دیگه. حالا بگیر این از اولش طرف میدونه من بگیرم اینجا هم نمیرم ولی میخوام آره. بگیرم یا نه. دقیقاً دقیقاً های اعتماد به نفسش میده بالا کلی، هم اعتماد به نفس که خیلی میره بالا قطعا. خب اوکی، اگه نکته ای تو این قسمت ها نداری بریم سراغ اسکایپ. ماشاءالله سلطان اسکایپ اینا رو ببینیم چه جوری خلاص داری. حالا مخلصیم، بذار من نها کنم اینجا ببینم چیزی جا نمونده. حتما من هم اینم سواله اینم باز کنم. خب ماشاءالله چرا انرژی داری، انرژی خیلی خوب بود. لطف داری. خب اگه نیومد اگه چیزی نیست بریم سراغ اسکایپ. آره بریم سراغ اسکایپ. توی اسکایپ من حالا فرض میکنیم دوستمون اسکایپ رو گرفته اومده نشسته تو جلسه و میخواد یه اسکایپ خوب داشته باشه، چهار تا چیز مهم هست که باید تمرکز بشه روشون. اون هم اینه که نشون بدی آدم پرابلم سولوری هستی، آدم متعهدی هستی، آدم تیم ورکری هستی و خیلی اشتیاق داری. این چهار تا نکته و حالا یکی دو تا نکته دیگه اگه یادم بیاد میگم، این چهار تا نکته باید در تک تک جوابهایی که به استادا میدن باشه. چه جوری؟ نه همش، همش نه. اگه گفتم همش، گفتم چهار تاش، اگه گفتم گفتی تک تک. نه نه. حداقل یکی دو تاش باشه. چه جوری سوال خوبی بود. میریم تو دیتیلش. الان من بهتون میگم چه جوری. این از این. حالا خب شروع شده اسکایپ و میرم. و یه نکته وجود داره. خب اینه که من همیشه میگم به همه اون کسی که نشسته روبروی ما داره با ما اسکایپ میکنه خودش خدای قضیه است دیگه. این بار تا حالا اسکایپ خودش کرده و مصاحبه کننده و شونده بوده. و همیشه مثال میزنم، مثلا یه کسی که مثلا 20 سال بسکتبال بازی کرده باشه یه نفر بیاد دوتا دریپ بزنه یه شوت بزنه جلوش، من میفهمم چند چنده یارو که داره اینجوری مثلا بازی میکنه، اونم خیلی خبره این قضیه هستش. و شما برید بگی سلام خوب هستید من خیلی پرابلم سولور متعهد و خیلی آدم پر اسکیلی هستم، اونم میفهمه. باید خیلی تریکی این اتفاق بیفته به صورت غیر مستقیم که قابل باور باشه برای یارو که تو اینجوری هستی، ولی نه هم مستقیم هم نگی. این قسمت تریکه، همین جایی که من میگم تجربه به دردشون میخوره همینه، این چجوری تریک رو بزنن که نشون بدن مشتاقه، که آخر سر طرف به خودش بیاد بگه که ای بابا من چقدر با دانشجوی متعهدی روبرو بودم یا پرابلم سولوری روبرو بودم. این خیلی نکته مهمیه که تریکی باید بگن، مستقیم نباید به چیزی اشاره کن. حالا من گام بگم سوالاتی که در اسکایپ من دستبندی کردم پرسیده میشه رو میرم، بعد میگم بهترین جواب براشون چیه، بعد شما بگین اون دوتا رو داره یا نداره. بگو ببینیم. خیلی خوب، برنامه خوبه. آره اوکی. خب اولش که با اینتروداکشن شروع میشه، میگه که خب خودتون رو معرفی کنید چی کاره هستین. نه اینجا جوابی که من میدادم اکثرا تو همشون این بود که سلام حسینم دانشگاه زنجان اینو خوندم، ارشد امیرکبیر اینو خوندم، تمام. و سکوت میکردم. و خب چون استرس داریم اول اسکا بهتره که صحبت نکنیم زیاد، یک اینتروداکشن خیلی کوچیک و خلاصه و تمام. و
و حالا یه نکته هم بگم قبلتر از اینکه برم تو سوال بعدی، اینه که چیزی که من داشتم، جوابی که من میدادم اصلا مستقل از سوالی که اون میپرسید بود. اصلا من کار ندارم تو چی میپرسی. یه ربطی پیدا میکردم به سوالش، حالا اونقدر تابلو هم نه، ولی یه ربطی به سوالش پیدا میکردم و سعی میکردم روند خودم رو برم جلو، این روندی که میگم رو برم جلو. باید سیاستمدار میشدی. و به نظر من هم همینه، سوال کلن مستقل از جوابه. هر کسی بتونه سوالها رو با یه تریکی به این جوابهایی که میگم منتهی بکنه، اون اسکایپ خیلی خوبی داشته. من بهش میگم اسکایپ تو مشکل نه، اگه مشکل داری جای دیگه این مشکله. و حالا اینو الان من کاملتر باز میکنم و توضیح میدم راجبش. قسمت دوم، یعنی جای دوم، اسلات دومی که باید راجبش صحبت بکنن بعد از اینتروداکشن بچه‌ها، اینه که بره سراغ بک‌گراندشون. حالا بعضی از اساتید کارو راحت میکنن، میگن که خب راجع به بک‌گراندتون یه توضیح میدین. خیلی هاشون بالغ بر 70%شون مستقیم سوال بک‌گراند از من میپرسیدن تو جای دوم. جای اول اینتروداکشن، جای دوم هم بک‌گراندت. حالا اگه نپرسید باید راجع به بک‌گراند صحبت کنی. من دو تا تجربه بگم راجع به این. اتفاقی که افتاد این بود که یه ندونم کدوم دانشگاه بود، یادم نیست، گفت سلام خوبی، مرسی، شروع کن خودتو معرفی کن. معرفی کردم، گفت چه کمکی به ما میتونی بکنی. یهو مستقیم زد تو صورتم چه کمکی به ما میتونی بکنی. من گفتم اوکی، برای پاسخ به این سوال یکم من راجع به بک‌گراندم صحبت کنم، بعد بهتر میتونم جوابتونو بدم که چه جوری میتونم کمکتون کنم. و دوباره بازی افتاد دست من و رفتم سراغ بک‌گراندم و یادشم رفت اصلا سوالش. یا یه جای دیگه بود که مثلا سلام خوبی چرا اینجا، مستقیم پرسید. دوباره من به یه نحوی هولش دادم، یکم یه پاسخ کوتاهی به سوالش دادم و اووردمش سمت بک‌گراند. خب الان سب کن، این جوابایی که تو داری میدی چجوری اون چهار تا اصلی که اول گفتیم؟ من جوابی هنوز ندادم، فعلا دارم میگم بریم سراغ بک‌گراند. خب فعلا دارم میگم بریم سراغ بک‌گراند. خب بریم تو بک‌گراند. من توصیه اکید میکنم که اسلاید درست کنن وقتی که میخوان راجع به بک‌گراندشون صحبت بکنن. حالا من روند اسلایدها رو میگم چجوری درست بکنن، بعد حالا میرسیم خدمت سوال شما که چجوری اونا توش میگنجه. خب اسلایدها رو درست میگم. روند اسلایدها باید اینطوری باشه. ببین خیلی باید اولا خلاصه باشه، 5 6 دقیقه جمع شه، 7 دقیقه نهایت. من فکر کنم 7 دقیقه جمع میشد اسلایدام. چند تا اسلاید داشتی؟ 10 تا. آره 10 تا حدودا. و اینطوری باید باشه که من پروژه ارشدم پرزنت میکردم برای پس میگفتم که خب آقا بیا، من موضوعی که پروژم اصلا شروع شد برای چه این رو شروع کردم اینه، این مقاله دیگه، بعد چه متدی انجام دادم، چه متدهایی استفاده کردم از روش، بعد چه نتایجی از اون گرفتم، این نتایج من به چه دردی میخوره، یه کانکلوژن تور، دیسکاشن تور، بعد در انتها خروجی این کار من چی بود. مثلا 3 تا مقاله گذاشته بودم، من یه دونه هم سابمیت شده مثلا کنفرانس. این روندی که توی اسلاید باید صحبت بشه، اما با در نظر گرفتن یک سری نکاتی که به الان در سوال بعدی میگم که چه نکاتی باید در نظر بگیرید توی اسلایدتون. برخلاف سی وی و کاور لتر، اسلاید به شدت داینامیک، برای هر اسلاید من عوض میکردم. قطعاً دیگه آره این دیگه جای دیگه که باید تلاش کنم. خب آره، بعد من ارائه‌مو به همین ترتیب میدادم با در نظر گرفتن یه سری نکاتی که حالا بعد بهتون میگم. بعد از این استپ بعدی، حالا فقط من صحبت کردم، اینتروداکشنمو گفتم، اسلایدمو از قبل تمرین کردم، استرسم ریخته. خوبیه این که ببری سمت بک‌گراندت همینه دیگه، چون قبلا میدونی انگلیسی صحبت کردنت راه میفته، استرست میریزه، محکم میری برای سوال بعدی. سوال بعدی خب بهتر سوالیه که راجع به این کارهایی که این ارائه داده میپرسن، یه سری سوالایی اونجا آخرش هم خودت بذاری، any questions، ممنون میشن و سوالشون میپرسن. خب ببین دیگه بک‌گراند خود آدمه دیگه، هر سوالی بپرسن دیگه خب راحت آدم جواب میده. برای من مثلا سوالای مختلفی بود، یکی یه جایی تخصص داشت اونجا رو میپرسی، یکی جنرال میپرسی، یکی میپرسی چرا این کار رو تو انجام دادی و الی آخر. به این سوال جان یه چیز بزنیم وسط،
این اسلایدها رو قبلش چجوری مثلا براشون ایمیل میکردیم، میگفتی که اگه ممکنه من اینا رو پرزنت بکنم پی دی افش رو آها، بدم نه 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 نه، من تو اسکایپ میگفتم که دارم اینو اگه تو میشه. همه آره شیر سکرین میکرد نشون؟ آره، برای چه ایده خوبه، اینو چه به ذهن خودم نرسید، میتونستم قبلش هم ایمیل کنم. این کار رو میکنیم معمولا، یه پی دی اف میتونی ایمیل بکنم بعد اینو در آماده باشن ملت هم با اون آره میتونستی این خیلی خوبه، چون دو تا از میتونم. اسکایپ های من نذاشتن برم سمت اسلاید ما، اینم شد دیگه. آره وقتی قبلش میفرستی طرف میگه نه احتیاجی نیست دیگه. خب آره. اونجا دیگه خودت میتونی راحت تر هندل کنی توی جلسه. خب تا اینجا راجع به سوالات صحبت کردیم که چیا بپرسن و شما چی جواب بدید. بعد حالا میرسیم به اسلات سوم قضیه، که اینجا اختلاف میفته بین بچه ها دیگه، کی بهتر از کیه، اینجاها تقریبا مشخص میشه. یه دسته سوالی هستن اینجا باید یه جواب ثابت بهشون، یه دسته سوالن اینجا که پرسیده میشن اصولا و یه جواب ثابتی بهشون وجود داره. حالا اینجاست اونجایی که من میگم میشه سوالا، من حالا نوشتم، حالا شایدم بعدا وسط یادم. یکی اینه که چطوری میتونی مثلا کمک میکنی، یکی اینکه چرا این گروه انتخاب کردی، چرا این استاد، چرا این دانشگاه، چرا ما، چرا این پوزیشن، چرا 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 چرا. خب یه عده هستن، خب یعنی تمپلیت اینه دیگه، آقا شما خیلی گولاخ هستین، ما خیلی خوشمون اومده، ما اینجا امکانات نداریم، شما دارین، ما خوشمون اومده، ما میخوایم بیان. این یک سوالیه که اونا هم هزار بار شنیدن جوابشو، ما هم هزار بار گفتیم، اونا هم باور نکردن، ما هم میدونستیم اینطوری نیست. ولی این باید باشه، نمیگم اینو نگن، این باید باشه ولی در لفافه، اونقدر تابلو نباشه، اینو باید در لفافه. جوابی که من میدادم اینطوری بود، اینکه چرا اینجا چرا فلان، من میگفتم آقا یک، من رفتم پوزیشنتون و دیسکریپشنش رو خوندم، وبسایتتون رو خوندم، اینجا یه جورایی نشون میدادم که خیلی مشتاق این پوزیشن هستم و رفتم خوندم یه سری چیزایی، اینا رو دیسکریپشنتون رو خوندم. کاری که شما میکنید ایناست، یک تقاضای شما دارید، اینا هستش، توضیح میدادم اینو میخوام، و چیزهایی هم که من بلدم ایناست، همونطور که تو اسلایدا گفتم. حالا یه فلش بک بزنیم به اسلایدا. تو اسلایدا ببین قبل اسکایپ باید برن بچه ها بشینن 4-5 مقاله آخر استادو بخونن، وبسایتشو بخونن، دیسکریپشن پوزیشن رو بخونن، ببینن استاد به چی علاقه داره، همون تیکر رو تو اسلایداشون بولد کنن که مثلا یارو به یه متد خیلی خفن شبکه عصبی مثلا علاقه داره، بیا تو قسمت متدت بولد کن که من رو شبکه عصبی کار کردم میدونم چیه، بقیه قسمت های اسلاید رو زیاد روش مانور نده، بیا اونو بولد کن. یا مثلا یکی خیلی مقاله محور اصلا تو دیسکریپشن پوزیشن نوشته که آقا من مقاله میخوام، بیا مقالاتو بولد کن، یه 5 دقیقه مثلا 3 دقیقه راجع به اون صحبت بکن. من جوابی که به این سوال دادم چرا ما، من گفتم آقا اینا چیزایی که شما میخواین طبق اسلایدایی که توضیح دادم فیت خوب، منم اینا رو بلدم، بنابراین اینا با هم دیگه فیت خوبی هستن. و در کنار این که من رفتم اون لبتون رو هم نگاه کردم، دیدم که فلان دستگاه رو دارید، فلان کار رو میکنید، بیسار کار رو میکنید، اینم خیلی خوبه. حالا این جوابیه که من میدم، به نظر شما داره اون دوتا، حداقل دوتا ویژگی که گفتم رو یا نداره؟ اون دوتا ویژگی یکی بعد تیم ورکه، من نمیدونم هنوز تیم ورکه. آره اینجا لزوما نمیتونیم واقعا، بعضی جا نمیشه همه اون چهار تا رو داشت، ولی حداقل اشتیاقت رو نشون دادی، اشتیاق رو نشون میده، و یا مثلا اینکه اگه بتونی در جواب این سوال یک چیزی اضافه کنی به کارهایی که میکنن، مثلا یارو فلان متدو زده، تو بگی اینم میشه استفاده کرد، خلاقیتت هم میتونی نشون بدی، یعنی اینجا یه بستری آماده میشه برای تو که از تمپلیت دور بشی و بیای بری سراغ جواب قابل باور، و جواب قابل باور که به استاد بدی خودش کم کم قانع میشه به صورت غیر مستقیم که تو خلاقی، تو اشتیاق داشتی که رفتی اینا رو خوندی و الی آخر. ولی سوالی، تو گفتی از این مثلا حدود 20 تا خوده ای 20 خوده ای 4 5 تاش بودن که فیت نبودن، اون 4 5 تاش چجوری پس این قسمت رو چیکار میکردی؟ آره دقیقاً، من دیگه این تیکه رو میرفتم سراغ اون ماشین لرنینگی که مثلا یه دونه کیبورد که داشتیم دیگه، میرفتم فقط راجع به اون صحبت میکردم، یعنی تو اسلایدم زیاد توضیح نمیدادم قبل و بعدش چی بوده، انواع متدای ماشین لرنینگی که بلدم و توضیح میدادم بهش، تو مقالم اونجایی که ماشین لرنینگ کار کرده بودم و میآوردم واسش، در انتها میگفتم این متد ماشین لرنینگتون اینجوری اینجوری کنید بهتر.
خب اوکی. این اسلات سومه، یعنی هر سوالی مربوط به اینکه چرا ما بشه یک جواب مشخص داره، بحث عرضه و تقاضا رو مطرح میکنی روش میری تا آخر دیگه. و یعنی میگم حالا من که ادعا نمی کنم این متد همواره همه جا جواب میده، ولی بحث اینه که من خودم خیلی از این جواب گرفتم، آرگولا خیلی خوب جواب گرفتم. یعنی اون اسکایپ هایی که این روند رو من تونستم طی کنم توشون، مخ استادا با اختلاف زده شد، اگر گیری کردم توی کامیته بوده یا حالا هر چیز دیگه، نه استاد دیگه میگفتش آقا تمام دیگه خوبه عالیه بیا. میریم سراغ بحث یه سوال بعدی که اسلات خوبیه باز این، اگه این اتفاق میفته خوشحال باید باشن، اینه که میپرسن حالا تو از ما چه انتظاراتی داری؟ این یک سوال فکر میکنم شما قطعا خبره این، فکر میکنم اینم یه سوال پرتکرار برای من که پرتکرار بود. آره زیاده. تو چه انتظاری؟ برای اینم یه جواب خیلی خوب هست که من همیشه میدادم، نه این بود که شروع میکردم یه داستانی ساخته بودم فرضی برای خودم، این داستان رو توضیح میدادم بهشون و در قالبش میگفتم به من چقدر آدم تیم ورکری هم، چقدر آدم پرابلم سولوری هم و اینا. اینجوری بود که من میگفتم انتظاراتم از شما اینه که ما تو دوره ارشدمون به این صورت بود که یه گروهی بودیم با هم دیگه، البته این بودا این حقیقت داره این قسمتش چیز نیست، یه گروهی بودیم با هم دیگه کار میکردیم، جلسات منظمی با استادم داشتم، میرفتم تو جلسه راجع به قبل جلسه چیکار کردم، بعد جلسه بعدی باید چیکار کنم صحبت میکردیم، بعد برمیگشتیم اگه به مشکلی برمیخوردیم با هد گروه صحبت میکردیم، بعد با استاد صحبت میکردیم دیگه، میگنجوندم دیگه پرابلم سولور رو مثلا اینجا میگنجوندم، یا اینکه من خیلی منظمم هر هفته جلسه داشتم اینجا میگنجوندم و خیلی بولد دیگه. یا تجربه که کسب کنی میتونی اصلا با هیجان چهرت بولد کنی یه سری یه چیزی رو برای طرف. الان و... هر صحبتی بکنید تست میشه قانع میشه. و انرژی که داری قوی قشنگ خب دوست داری مالی چی بگی مثلا. آره بعد میگفتم که آره اینجوری من این کارا رو میکردم، انتظاری که از شما دارم یک همچین سیستمیه چون بهترین فیته برای من، من همچین انتظاری رو ازتون دارم که دوباره مثلا یه سری چیزا میگنجونم. بعد اسلات بعدی یک سوال خیلی پرتکرار که ازم پرسیدم اینو برنامه بعد پی اچ چی کار می‌خوای کنی، اینجا یه مقدار تریکیه جواب، چون که استاد بعد اولین بار من گفتم آقا من اینداستری تمام فقط اینداستری میخوام، بعد ها که به استادی میزدم گفتم چرا اینو چرا من ریجکت شدم همین تورنتو، چرا من ریجکت... یکی از دلایلی که آوردم بود که گفتم میخوام ما شاید میخوام یکی پستاک اینجا باشه، بعد به این نتیجه رسیدم که بهترین جواب اینه، من میگفتم آقا من کار ندارم بعدش، من 100% تمرکز میذارم رو پروژم پابلیکیشن ها میخوام انجام بدم، بعدش بررسی میکنم که اینداستری برم یا پستاک، هر دو رو مد نظرم هست. این جواب کوتاه من میدادم که یه جورایی یه طورای تعهدت هم نشون داشت داری میدی با این جواب به پروژه. بعد این قسمت از اسکایپ دیگه در نزدیک به انتهاهای اسکایپ هستیم، شروع میکردن از خودشون توضیح دادن که خب حالا ما این گروه هستیم، ما این کار رو کردیم، رو این کار میکنیم، رو این کار میکنیم و توضیح میدادن و میگفتن اگر نکته چیزی نیست خدافظ خدافظ. ولی خیلی بازم نکته مهم، اختلاف مثلا بین رتبه 100 با رتبه 1 توی اون سوالات توی کنکور ما میگفتن یه سری سوالات خیلی سخت است، این برای اختلاف بین 100 و 1ه، این سوالم به اختلاف بین رتبه 100 و 1 میندازه، یعنی خیلی سوالیه که اگر اینو جواب بدن و اینی که الان میخوام بگم اگر اینو جواب جا سوالی که ما داری چیه؟ این سوالی که از ما داری چی است دقیقاً، یا اینکه بعد اسم مثلا بعد اینکه توضیح داد سری خداحافظی نکنی، حتما بپرس، اگه نپرسیدم تو بپرس. خب اینجا من دو تا کلا اپروچ داشتم در اینکه سوالت از ما چیه. خب یکی مثلا خیلی سوالای خیلی گاهن ساده انگارانه ای به ذهنم میرسید اوایل میگفتم مثلا فضای بین توی لبتون فضا چه شکلیه، مثلا این سوال به ذهن من میاد، یا رفتم اینترنت سرچ میکردم نوشته بود که مثلا آره مثلا حالا چه دستگاهایی اونجا دارین، یه سری سوالای فیک طور که بعدن که نگاه میکردم گفتم یکم فیک بود واقعیتش رو بخوام با خودم رو راست باشم. ولی چیزی که به ذهن من رسید بهترین جواب برای این سوال این هستش که دوباره یک گریزی بزنی به اون بحث عرضه و تقاضا
و یک سوالی بپرسی به این شکل که من تو وبسایتتون که داشتم میخوندم، دوباره تکرار، من اینجوری میگفتم تو وبسایتتون که داشتم میخوندم یه جای دیدم فلان متدو زدید، یه جای دیدم از فلان دستگاه استفاده کردید، به نظر تو این کارو کنیم بهتر نیست توی اون بخش خاص این کار کنیم یا از این متد استفاده؟ میگم باز بسته به اینکه استاد قفلی رو چیه. اگه رو متد قفلیه، هم تو اسلایدت میاری، هم تو سوال آخرت، هم در ادامه، یعنی کانسیستنت باید باشی کاملا. اگه مثلا استاد به نمیدونم جنرال، تو کلا جنرال باید بری جلو، یعنی خودتو باید مطابقت بدی. و میرفتم دوباره میگفتم آره تو وبسایتتون فلان جا فلان سوالو من دارم، به نظرتون این کار کنیم بهتر نیست؟ این یک جواب، یک سوال خیلی خوبیه که میشه پرسی. دومین سوال که دیگه میری المپیاد، دیگه میری مریخ، با اگه بتونی این کارو بکنی، اینه که از توضیحاتی که داره میده همون آخرش راجع به خودشون، تو یه خلاقیتی بزن، یک سوالی اونجا بپرسی ازش، یک سوالی از خود صحبتای همون لحظهش مطرح کنی. این قضیه رو خیلی قابل باورتر میکنه برای استاد. و این کار یک بار برای من اتفاق افتاد و خیلی خوب بود، دانشگاه یورک بود و این اتفاق افتاد که استاده سری دوم منو دعوت کرد به اسکایپ، گفت من مقالت رو پرینت کردم زدم اینجا تو اتاقم و حتما تو رو میخوام ولی پول ندارم، تو از دانشکده بیولوژی اپلای کن، که رفتم و فان نداد به هم بیولوژی. یعنی این خیلی خوب به من جواب داد، این که این تریکو استفاده بکنی. این تجربه اسکایپ های من بود. خیلی عالی. خب اوکی، بعد نکته دیگه در مجموع نداری؟ چرا؟ یکی دو تا نکته دیگه میخوام. چقدر وقت داریم؟ تو وقتت آزاد کم اینجا دو صحبت کن. خیلی مخلصیم دوست داریم. من میخوام یکی دو تا تجربه دوباره بگم از همین بحث اسکایپ ها. من دو تا تجربه دارم خیلی بر خودم عجیب بوده، هنوز جوابی ندارم. شما به من بگید اینجا اگه من تو این لایو بتونم جواب این سوالامو بگیرم برد کردم. من یه دانشگاهی بود توی لیژ بلژیک، ببخشید لیژ تو بلژیک هستن؟ لیژ بله. آره من نروژ و بلژیک کلا قاطی میکنم. توی لیژ بود. ببین این دقیقا چیزی که میخواستن خود من بودم، روی ADHD پردازش سیگنال مغزی کار کرده بودن و همون متدا، و مقالاتی که گذاشته بودن به عنوان نمونه رو من میخوندم، نویسنده های اون مقاله رفرنس های مقاله خود من بودن، انقدر کلابوریشن قوی بود بینمون. و بهش هم گفتم تو اسکایپ، گفتم آره آقا اینه ها، این فلانیو میشناسی شما؟ من اینجا بهش رفرنس دادم. فلانیو میشناسی؟ من اینجا بهش رفرنس دادم و اینا. اونم گفت ای چه جالب و فلان و اینا. بعد توی این اسکایپ من و یکی دیگه از دوستام به صورت اتفاقی دعوت شده بودیم. اون دوستم کلن فیلدش متفاوت بود، روی سلول کار میکرد. و این در چیز اول، در فیلتر اول منو ریجکت کرد، ولی اون دوستم قبول شد، رفت جلو، تو مرحله دوم رفت، چیزی که کاملا فیت من بود منو ریجکت کرد. و در مقابل این میخوام من قضیه اتاوا رو بگم که فیلدی بود که اصلا به من ربطی نداشت. ماهی های فلان به پردازش سیگنال مغزی هیچ ربطی ندارن. و من اکسپت گرفتم و رفتم و گرفتم اون پوزیشن رو. میخوام این رو بگم که حالا شاید بچه ها براشون اتفاق افتاده باشه یا شاید اتفاق نیفتاده باشه. این که من میگم برای جایی که براتون مرتبط نیست اپلای بکنید، یک دلیل عمدش همین تجربه ای که از این دو تا اسکایپ دارم. یکی هم یه صحبت دیگه هم که میخوام بکنم اینه که اگر از جای ریجکت شدید اصلا ناراحت نشید، میتونه هزار تا دلیل داشته باشه این قضیه. حالا من دلیل این یه نمونه رو ندارم، ولی میتونه هزار تا دلیل داشته باشه. برای من همیشه به کسایی که بعد از، حالا مخاطبم در حال حاضر کسایی که در پروسه اسکایپ کردن هستن، کسایی که اسکایپ میکنن و ریجکت میشن بعدش، اصلا ناراحت نشن. ساده ترین دلیلی که من برای خودم می آوردم این بود که می گفتم آقا یه نفر دیگه خفن تر از من تو این دنیا پیدا شده، این باید منو ناراحت کنه، و می گفتم نه. آره اینم یه نکته آخری بود که می خواستم بگم. خیلی نکته مهمیه، این خیلی نکته مهمیه. دقیقا همین نظری که تو داری کاملا درسته. اینجا به نظر من گاهی اوقات ابزاره که مهم. تو یه اسکیلی بلدی،
یه ابزاری داری، اینو میتونی بری جاهای مختلف پیادهش بکنی. خیلی وقتا واسه استاد مهمه که ببین این ماشین لرنینگ رو اینجوری بلده، مهم نیست بقیه بکراند منو بلد نیست، من میام تو کورس بهش میدم، اینا رو یاد میگیره. این ابزار ابزار ارزشمندیه، میاد اینو انجام. خاطر دقیقا همین که اینو ممکنه جای دیگه بس. داره دقیقا دقیقا بگیری اوکی خب، نکته دیگه بگو از این سخنان گوهربار ما بزنیم سردر نه کلاس. سخن ماندگار دیگه ندارم تقریبا الان. آره آقا خیلی خوب بود، دست در نکنه، خیلی 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 قربونتون برم. عالی بود، خیلی استفاده کردیم، خیلی یه متفاوت بود یه مقداری و خیلی هیجان خیلی خوبی داشتی. لطف داری ممنونم، همینجوری که من خوشم اومد و لذت بردم، بقیه کسایی هم که گوش دادن ایشالله لذت بردن. ایشالله. دستت هم درد نکنه که باز دعوت ما رو قبول کردی، ایشالله که همیشه موفق باشی. مرسی، خیلی خوشحال شدم، مرسی از دعوتتون، ایشالله که لذت برده باشم. سلامت بشه، خیلی استفاده کردی، قربان خدا خیلی، خدا. حافظ.